با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز، در این بخش ما در خدمت آقای جوانمردی هستیم. ضمن اینکه از بیننده عزیزی که کلیپ آقای طباطبایی رو برای ما فرستاده بود سپاسگزارم که ما این رو پخش کردیم و با کمال میل در خدمت شما عزیزان و موحدان در سراسر کشور خواهیم بود. سلام بر شما آقای جوانمردی عزیز. سلام و درود خدمت شما آقای احراری و بینندگان گرامی. من پوزش میخواستم زودتر برنامه امشب رو شروع بکنم که به سوالات بینندگان برسیم. دیگه بالاخره گاهی تنظیم کردن برنامه سخت است، اونم برای من که شاید تجربه زیادی نداشته باشم. اما اولین سوالی که میخوام مطرح بکنم در ارتباط با صحبت‌های شما در هفته گذشته است. چون میگن آقای جوانمردی مطالبی میگه، مطالب گاهی صحت و سند شاید نداشته باشه، از جمله بانک آینده که بیانیه‌ای هم داده صحبت‌های شما رو رد کرده. در مورد این توضیح بدید تا بریم سراغ مطالب اصلیمون. آقای احراری، ما خبری رو پخش کردیم مبنی بر این که علی انصاری گماشته مشتبه خامنه‌ای در مرز ایران و عراق دستگیر شده در حالی که میخواست فرار بکنه. بعد از اون، بعد از خبر ما و ورشکستگی بانک آینده که توضیح میدم خدمتون، دو مامور اطلاعاتی همراه با علی انصاری، علی انصاری رو بردن به ایران مال در تهران که رفت اونجا ظاهرا از یک مغازه خرید کرد و این رو فیلم برداری کردن و پخش کردن که بگن آب از آب تکون نخورده و در حقیقت به سپرده‌گذاران بانک آینده بگن، چون اونا وحشت زده میشن، میدونن اگر دستگیر بشه حتما خبری هست و ممکن هست که هجوم ببرن و سپرده های خودشون رو خارج بکنن از بانکی که ورشکسته هست. ولی بیانیه بانک آینده در مورد ما چی بود؟ در بیانیه بانک آینده تهمتی به ما وارد کردن که من چند مورد رو یادداشت کردم. گفتن که کسانی که این خبر رو پخش کردن، یعنی مستقیما در مورد ما صحبت کردن، گفتن اینا اخلال هدفمند میکنن، یعنی ما اخلال هدفمند میکنیم در نظام اقتصادی و بانکی کشور، اخلال هدفمند در نظام بانکی و اقتصادی کشور. در صورتی که باید بگیم که کسی داره اخلال هدفمند میکنه در نظام اقتصادی و بانکی که بدون تأمین سپرده قانونی لازم، یعنی بانک تأسیس میکنه، این خیلی مهم هست. یعنی بانک تات که بعد بانک آینده از رو اون تشکیل شد در دوره احمدی نژاد، بدون اینکه به طور غیر قانونی هیچ گونه سرمایه اولیه‌ای داشته باشه، اینها بهشون مجوز بانک دادن. کسی داره اخلال میکنه در اخلال هدفمند در نظام بانکی و اقتصادی کشور که بیش از 100 شرکت سوری رو و ظاهری رو درست کرده، از طریق اونها بیش از 140 هزار میلیارد تومان رو که مرتبط هست به مشتبه خامنه‌ای از کشور، یعنی وام بدون وثیقه گرفته، از کشور هم خارج کرده. کسی داره اخلال میکنه در نظام بانکی و اقتصادی که ارز 4200 تومانی داره گرفته، بر اساس اینکه این ارز رو برای کالای اساسی داره میگیره، برای دارو داره میگیره، ولی باهاش میره در دبی، در استانبول، در فرانکفورت که ما آدرس هاشو در وبسایتمون گذاشتیم، هتل خریده، برج سازی کرده، حتی کازینو و قمارخونه اونجا تأسیس کرده. کسی داره اخلال هدفمند میکنه در نظام بانکی و اقتصادی که با تقلب در ارزش گذاری همین ایران مالی که در تهران هست، اون رو چند برابر قیمت واقعیش به جای بدهی خودش داره میده به بانک آینده. دقت کنید، کسی داره اخلال میکنه در نظام اقتصادی و بانکی که خلاف قانون، برخلاف قانون، با فشار به مسئولین بورس میخواد ایران مال رو با ارزش کاملا واهی وارد بورس بکنه و مردم رو بار دیگه به خاک سیاه بنشونن، که من حالا افشاگری میکنم که این داستان چی هست، با کمک افرادی که در داخل کشور هستن. کسی داره اخلال در نظام اقتصادی و بانکی کشور میکنه که در روز روشن کارشناسان اداری نظارت بر بانک ها، یعنی اداری نظارت بر بانک ها در داخل بانک مرکزی هست، اونها رو تهدید میکنن، خونواده هاشون رو تهدید میکنن به اینکه در قوه قضاییه براشون پاپوش میسازن و باید هر چی بهشون میگن رو اونها انجام بدن. کاری که ما میکنیم چی هست؟ دقیقاً خبررسانی میکنیم. ما اخلال میکنیم در اون عملیات دزدی و کلاهبرداری از جیب مردم که آقایون دارن انجام میدن، و این به نظر من خیلی خیلی مهم هست. یعنی در عملیات متقلبانه و دزدی که از سفره مردم در حال حاضر توسط علی انصاری باندش که گماشته مشتبه خامنه‌ای هست انجام میده، یعنی با اطلاع رسانی ما اخلال میکنیم در این عملیات. اما اجازه بدید موضوعات بسیار مهم و تازه‌ای رو در مورد بانک آینده خدمتون عرض بکنم. من یه لحظه قبل از اینکه موضوعات مطرح کنید، یک سوالی ذهن من و شاید بینندگان رو هم درگیر کرده.
شما اومدی رو بانک آینده تمرکز کردید و به اصطلاح اخلال میکنید در روند اختلاس مالی. این واقعا میشه گویا که به نوعی پاشنه آشیل نظام و سپاه و مشتبه شده. چقدر اهمیت داره که اینقدر اینها رو مضطرب کرده و نگران کرده که بیانیه میدند و سعی میکنن که صحنه رو به جوری دیگه جلوه بدن؟ بعد توضیحاتتون رو بدید، بفرمایید. خیلی مهم هست آقای احراری، برای اینکه بزرگترین اخلاص تاریخ ایران توسط باند علی انصاری که مرتبط هست به مجتبی خامنه‌ای انجام شد و من میخوام توضیح بدم که اینها چه جوری همه با هم ارتباط دارن، حتی اصلاح طلب، اصولگرا، همه دست در دست هم در اختلاس و در غارت مردم شریک هستن، سهیم هستن و چه جوری یک تعداد کارشناس میانی در رده‌های مختلف حتی در وزارت اطلاعات دارن مقاومت میکنن مقابل این دزدی بزرگ ایستادن، که این خیلی مهم است همه بدونن. در مورد همین بانک آینده، اول اینکه ما عرض کردیم قصدی نداریم هیچ اخلالی بکنیم در سیستم بانک. قصد داریم سیستم بانکی رو از تاونی که خود مجتبی خامنه‌ای که قرار هست این فرد رهبر آینده جمهوری اسلامی بشه ایجاد کرده، داریم اون رو ما میخوایم بهش ضربه بزنیم. اون اختلال رو باید اجازه ندیم. چیزی که در واقع رسانه‌های مزدور میگن و ما سعی میکنیم که سیستم بانکی مرتبط با مردم هست، چون سیستم بانکی مسئله فقط نظام نیست، پای پول مردم، سپرده های مردم و تورمی که در جامعه هست در میان هست. به همین دلیل این خیلی خیلی مهم هست. حالا اگر ما مطرح میکنیم مثلا بانک آینده ورشکستش و این رو چه اساسیه، سوالی که شما پرسیدید، مدرک چیه؟ خب اجازه بدید من بگم، در همه جای دنیا هر کسی که الفبای سیاسی رو میدونه، این داستانی که من دارم حالا تعریف میکنم، این حقیقتی که از درون رژیم هست، این من نه کارشناس اقتصادیم این رو بگم، نه در این زمینه متخصص هستم، ولی خوشبختانه کارشناسان زیادی در داخل کشور دست به دست هم دادن، دارن به ما کمک میکنن که حقایق رو به مردم بگیم و مردم طبق این حقایقی که پخش میشه مال باخته نشن. بیشتر از این که در ایران ما بیشترین تعداد مال باختگی بر اثر کلاهبرداری حکومتی رو داریم، در هیچ جای دنیا این سابقه نداره. در همه جای دنیا کسایی که الفبای اقتصاد و قانون تجارت رو میدونن که وقتی که زیان انباشته، دقت کنید، بیش از سرمایه ثبت شده بشه، زیان انباشته بیش از سرمایه ثبت شده، اون مجموعه ورشکسته است، یا باید منحل بشه یا باید افزایش سرمایه بده. یعنی چی؟ بانک آینده از سال 1396 زیان انباشتش از سرمایه ثبت شدهش بیشتر بوده، در 4 سال گذشته به صورت تصاعدی زیان انباشتش از سرمایه ثبت شده بیشتر شده، حالا یا باید 2000% افزایش سرمایه بده و یا باید منحل بشه. چه جوری؟ یعنی اینها افزایش سرمایه نقدی، پولی که دزدیدن رو نمیارن هرگز دوباره بدن به بانک و بگن بفرمایید افزایش سرمایه، بلکه کاری که میخوان بکنن و خطرناک هست و مردم باید از اون مطلع باشن، اینه که با تقلب یک ارزیابی کاملا جعلی و نادرست بکنن برای ایران مال، با تقلب و در قیمت گذاریش که این یه جور افزایش سرمایه این رو نشون بدن. در گام اول تا اومدن یک خرید و فروش صوری و ظاهری رو درست کردن اینها که 35% سهام خودشون رو از خودشون بخرن. یعنی این خرید و فروش صوری برای فریب مردم، 35% خودشون از خودشون بخرن. چگونه؟ با همین شرکت‌های کاغذی و صوری که گفتیم اینا ساختن، که هیچ کدوم صاحبشون مشخص نیست، از طریق فامیلی تراست میرسه به خود همین باند علی انصاری و گماشته یه بیت رهبر جمهوری اسلامی. این موضوع مواجه شده، حالا دقت کنید، با مقاومت کارشناسان اداره نظارت بر بانک ها. در بانک مرکزی گفتم اداره ای هست نظارت میکنه بر عملکرد بانک ها که عمدتا کارشناسانش افراد شرافتمند و افرادی هستند که منصفن. اینا مقاومت کردن، گفتن چنین چیزی آقا غیر قانونیه، یعنی چی شما دارید این کلاهبرداری بر مردمه و باطله. بلا فاصله اومدن فشار، این بار بانک مرکزی از اونجا شروع شده، یعنی هم از طرف دولت، هم از طرف مجلس، هم با تلفن‌های پیاپی دارن فشار میارن. بانک مرکزی ناصر همتی که خودش فرمالیته یه آدم یک مترسک هست اونجا، داره دستورات رو اجرا میکنه و این نکته مهمیه که دولت، دقت کنید، اصلاح طلب، یعنی برای اینکه این عملیات 35% فروش به خودشون رو به مردم بقبولونن که داره به فروش میرسه، بیایید وارد بورس بشید بخرید و پول رو از جیب مردم در بیارن.
و بعد دوباره یک سری دیگه مال باخته بشن. یعنی دقت کنید هم دولت هم مجلس، مجلس اصولگراست، دولت اصلاح طلبه، دولت اصلاح طلب و مجلس اصولگرا دارن یک کار رو انجام میدن، هر دو غارت جیب مردم با همکاری کجا؟ ناصر همتی در بانک مرکزی که البته مجبورش کردن کارشناسان بانک مرکزی که عقب نشینی بکنه، هر دو از فساد مشخص ثابت شده حمایت میکنن، هم دولت هم مجلس، و این نشون میده که هر دو جناح یکی هستن در بحث غارت جیب مردم. حالا اجازه بدید این اطلاعات جدید رو آقای احراری دو سه دقیقه وقت شما رو بگیرم. خب اتفاقی که افتاده این بود که ناصر همتی رئیس بانک مرکزی که عرض کردم هیچ اختیاری نداره و دستورات رو داره اجرا میکنه، به کارشناسای بانک مرکزی فشار میاره، فشار وارد میکنه که آقا این رو تایید بکنید، این 35% فروش به خودی رو تایید بکنید، اجازه بدید مردم باور بکنن و بیان این وارد بورس بشه، این داستان به فروش برسه و پولش دوباره برگرده. ولی کارشناسان مقاومت کردن و اونا گفتن نه استعفا میدیم و نه عقب نشینی میکنیم، نه امضا میکنیم، چون این تخلفه. و این همبستگی که در بانک مرکزی در سطح کارشناسان اتفاق افتاده رسیده به مرحله ای که تهدید به اعتصاب کردند کارشناسان بانک مرکزی، یعنی گفتن اگر بخواید کارشناسان اداره نظارت رو بیرون بکنید یا اونها رو وادار به استعفا بکنید ما اعتصاب میکنیم. این نمونه نداشته در 41 سال گذشته. نهایتاً همتی، ناصر همتی تسلیم شده، گفته بسیار خب نامه رو بزنید، یعنی نظر کارشناسیتون رو اعلام بکنید. و این نشون میده که اگر واقعاً بدنه اداره ها که هنوز آدمهای منصف، آدمهایی که دز نیستن در اونجا دارن خدمت میکنن و وجود دارن، پافشاری بکنن، میشه افشاگری کرد، میشه از دزدی های کلان از جیب مردم جلوگیری کرد. بلافاصله پس از این موضوع چی شد؟ ما شاهد این بودیم که صدا و سیما شروع کرد وارد مسئله شد و اومدن علی انصاری رو قرآن تو دستش، قرآن رو میبوسه، براش تبلیغ کردن که آدمی هست چنین و چنان، برای اینکه بگن نه علی انصاری مفسد، این مفسد اقتصادی چنین نیست که ضد انقلاب میگه، در تلویزیون داره قرآن رو میبوسه. و پشت این ماجرا اینا دارن تلاش میکنن در حال حاضر ایران مال رو ببرن توی بورس و رئیس اداره بورس و تیم کارشناسی که اونجا هست دو سال اینها به شدت دارن مقاومت میکنن و میگن آقا ایران مال رو نمیشه وارد بورس کرد به دلایل زیادی، از جمله اولا اینکه پروژه ناتمامه، پروژه ناتمام رو نمیشه اوورد و سهامش رو به مردم فروخت، در بورس فروخت، و دوم اینکه این پروژه ارزش گذاریش از اساس تقلبی، سوم اینکه پروژه ضرر دهه، یعنی شما پروژه‌ای که از اول ضرر ده بوده و اون رو اساسا نمیتونید وارد بورس بکنید. این ایران مال از اول با اقبال استقبال مردم اولا مواجه نشده، یک، یعنی همون قسمتی که افتتاح شد مغازه‌هاش هنوز بخشی خالیه، هم شهروندان ما در تهران اون رو میبینن. دوم اینکه این مجموعه نگهداریش هزینه بسیار بالایی داره، یعنی هزینه برق داره، تهویه، گرمایش بسیار بالا، هزینه خدماتی بالا، در صورتی که مغازه‌هاش خالیه، فروشنده و خریداری هم نیست و هزینه ها همش سر جاشه. الگوی خرید مردم هم عوض شده، اینترنتی شده دیگه، کسی نمیره بره در مال در مغازه ها مثل سابق صف ببندن و خرید بکنن. و به همین دلیل بورس میدونه که این مجموعه ضرر دهی داره، اون رو وارد بورس نکرده، مقاومت کرده. حالا چی شده؟ نگاه کنید دزدی هایی که در کشور میشه، اتفاقی که داره در بورس میفته و مردم باید از کارشناسان بورس شدیداً حمایت بکنن این هست که این مسئله، اینا شروع کردن میخوان رئیس بورس استعفا بده، قالیباف اصل، این ارتباطی با قالیباف مجلس نداره، این رو بگم، قالیباف اصل گفته که همه رسانه‌ها اعلام کردن آقا قالیباف اصل استعفا داده و میخوان بگن که کلاهبرداری که در بورس شد تقصیر این فرد بود که هیچ ارتباطی به این فرد نداره، مسئله سپاه و بیت رهبری بود مستقیما و هیچ ارتباطی به قالیباف اصل نداره. خودش میگه من استعفا ندادم، پرونده تخلف علی انصاری رو در بورس که مربوط به حباب سازی و سفته سازی در بورس هست رو به قوه قضاییه دادم. ما قبلا در مورد این سفته سازی خوب صحبت کردیم، من نمیخوام این رو طولانی بکنم اینجا، ولی حالا رئیس بورس میگه من استعفا نکردم، دارن منو وادار میکنن استعفا بدم. چرا؟ چون تخلفات انصاری رو به قوه قضاییه همه رو من گزارش دادم ولی رسانه ها اومدن برعکسش رو گفتن، گفتن قالیباف اصل استعفا داده. نکته مهم همسویی رسانه ها، مجلس، دولت، اینا رسما با هم در غارت هست
و اعلام میکنن که مسئولین بورس باید محاکمه بشن، در صورتی که مسئولین بورس هیچ نقشی نداشتن، اونها دستور رو اجرا کردن و حتی مقاومت کردن و همزمان دولت داره میدونید به بورس فشار میاره و اینا همه همسو شدن برای اینکه مقاومت بدنه کارشناسی اونجا رو که افراد صادق و سالمی هستن در هم بشکنن و ایران مال رو بیارن تو بورس. این ورشکستگی بانک آینده رو با پولی که در جیب مردم هست با اون جبران بکنن. این سناریویی هست که اونها دنبالش هستن. حالا راه چاره‌ای هم ندارن آقای احرار. تمام سیستم های کارشناسی کار خودشون رو دارن میکنن. سیستم کارشناسی حتی بانک مرکزی کار خودش رو خوب انجام داد. جا داره سرمایه‌گذاری بکنیم سر معامله جعلی که علی انصاری رو اینها افسارش رو کشیدن. بدنه من آقای جوان مرد صادقانه عمل کرده، مقاومت کرده در مقابل کلاهبرداری اینها، حتی نهاد امنیتی هم بدنه کارشناسیشون بسیار خوب عمل کرده. خب صحبت یه لحظه بعد می‌کنم. بذار کوتاه من یک دقیقه این رو هم اضافه کنم. در تایید همین حرفاتون، در تایید همین حرفتونه، شخصی که ظاهرا جزء کارشناس بانک مرکزی هست میگه صحبت‌های آقای جوانمردی دقیقاً صحیحه و ما در شرایطی هستیم که نمیتونیم حرف بزنیم. این رو هم من فقط خواستم بفرستم که مهمل نبافن که بگن آقای جوانمردی با سند صحبت نمی‌کنه. مطلب دیگه ای رو شخصی فرستاده از بورس گفته بله صحبت‌های آقای جوانمردی صحت داره. من این دو مورد خواستم بگم، البته گفته تو رو خدا اسامی من جای ندید. بفرمایید. نه خب من بگم این داستانی که ما میگم، من ننشستم از دور برای خودم یه چیزی تعریف بکنم، کاملا این تحقیق شده در بین کارشناسان بانک مرکزی، بورس و حتی افراد اطلاعاتی هم میخواستم این رو بگم. برای همین ما میگیم ریزش ها در اطلاعات در سیستم جمهوری اسلامی نیروهای مسلح زیاد هست، افراد میانیشون همه فاسد نیستن، اونها هم مقاومت کردن و در حال حاضر این علی انصاری به بهانه این که گفت من خادم حسین هستم، خادم حسین هستم اونجا در کربلا و نجف مسافر خونی دارم، میخواسته خارج بشه، گوششو گرفتن نذاشتن خارج بشه چون میدونن داستان چی هست. بدنه کارشناسی کار خودشو داره انجام میده، حالا مونده قوه قضاییه و دولت. اونها چون سر این داستان بند هست به مشتبه خامنه‌ای همه کمک میکنن به علی انصاری، حالا نمیدونن چی کار بکنن. مسئله فاش شده، ضد انقلاب این اسناد رو به قول خودشون در بین خودشون میگن به دستش رسیده، یا باید ارز، یعنی ارز زیادی رو اینها بیارن وارد بازار بکنن، یعنی پول چاپ بکنن که این یک دوره تورم و فشارش بر کل جامعه است، یعنی گماشته مشتبه خامنه‌ای رو به بهای ورشکستگی اقتصادی اینها بیان نجات بدن، از یک دوست حمایت بکنن، باز هم دوباره پول چاپ بکنن تورم و بقیه، یا باید رئیس بورس رو بردارن، بورس رو ناچار بکنن که ایران مال رو ببرن توی بورس و دوباره کلاه بذارن سر مردم، این پول رو با تبلیغات گسترده همسویی رسانه‌هاشون صدا و سیما مردم رو فریب بدن، از جیب مردم در بیارن و اینکه یا اینکه گفتم باید این گماشته رو نجات بدن. حالا مسئله اصلی این هست، اگر واقعا این فرد علی انصاری شریف نیست، آقازاده اول کشور یعنی مجتبی خامنه‌ای، باید وادارش کنن که این پولهایی رو که از کشور خارج کرده به دستور مجتبی خامنه‌ای 140,000 میلیارد تومان رو در دوره‌ای که دلار کمتر از 4000 تومان بوده اینها رو برگردن، ولی میخوان اینجا چیکار کنن؟ به نوعی از جیب مردم این رو جبران بکنن، این ورشکستگی بانک آینده رو. همین مسئله برای خودی هاشون ثابت شده که نظام در واقع چقدر فاسد، چقدر دزد هست، وگرنه در صورتی که بخوان این پولها رو میتونن قابل برگشته به کشور. حتی کارشناسانی با ما تماس گرفتن گفتن ما کمک میکنیم که اینا دلسوز هستن، حاضرن کمک کنن اموال و پول مردم از خارج برگردونن، ولی مجتبی خامنه‌ای شما تصور میکنید که اجازه بده این پولها برگرده؟ من فکر نمیکنم. ولی توصیه مهم رو خیلی کوتاه بگم، مردم حداقل کاری که میتونن بکنن اینه که از بورس فاصله بگیرن. بورس یک کلاهبرداریه، بورس برای فریب شماست، این که بایدن اومده بورس میره بالا، این که این شده کاملا دروغ هست. بورس یک کلاهبرداری تله آقایون هست برای زدن جیب مردم، فریب تبلیغات بورس و فریب تبلیغات بانک آینده رو نخورن. حداقل کاری که میتونن سپرده هاشون رو از بانک آینده پس بگیرن، وارد بورس هم نشن. خیلی متشکر. بیننده ها از سنندج برای ما بیننده پیام فرستاده که به شدت در سنندج از ساعت 7:30 که شما اعلام کرده آقای جوانمردی میخواد بیاد پارازیت هست. بیننده دیگه هم همین صورت میگه ما داریم از اپلیکیشن ها استفاده میکنیم. بیننده در مورد بانک پاسارگارد سوال کرده آقای جوانمردی و
ایشون میگه که داستانش چیه این بیمه عمری که از مردم پول گرفته و بیمه عمر کرده. شما بانک‌های خصوصی که در جمهوری اسلامی ساخته شده، هر کدوم از این بانک‌ها مرتبط هست با یکی از افراد یا گروهی از افراد حکومتی، سپاه، دولت یا بیت خامنه‌ای، و تمامی این بانک‌ها به جای اینکه یک سیستم بانکی سالم و درست رو بیارن پیاده بکنن، سیستمی رو برای سیستم سوددهی کاملا غیر قانونی و غیر استاندارد رو پیاده کردن برای جمع کردن پول مردم، که در حال حاضر بسیاری از این بانک‌های خصوصی نه تنها ورشکست شدن، بلکه پیامد ورشکستگی اینها که همین کلاهبرداری بیمه که انجام شده، پیامد ورشکستگیش افتاده رو دوش مردم، مردمی که اعتماد کردن به این بانک‌ها. به هیچ یک از بانک‌های خصوصی در جمهوری اسلامی متاسفانه نمیشه اعتماد کرد. اکثر این بانک‌ها ورشکسته شدن، ولی بانک مرکزی اجازه نداره که اعلام بکنه. اگر شما افراد ساده و افراد درستی رو در بانک مرکزی یا در حتی بانک‌های خصوصی میشناسید، ازشون سوال کنید، این رو به شما توضیح خواهند داد. ولی وظیفه مردم هست که سراغ این بانک‌ها نرن. اینها جذابیتی با سوددهی بالا ساختن غیر قانونی که مردم برن اعتماد بکنن پول بگذارن، ولی در نهایت اگر شما حساب دو تا چهار تا بکنید، متوجه میشید که سرمایه شما نه تنها زیاد نشده، بلکه کم هم شده، مال باخته شدید و به طور غیر قانونی و حکومتی از جیب شما برداشت شده. آقای جوانمردی، هم سوال هست هم خود من مطلب برام مطرح هست. مانورهای نظامی که اینها در این جابجایی ریاست جمهوری در امریکا در دریای عمان انجام دادن و افشاگری هایی که شما در این ارتباط داشتید و رجزخونی هایی که مطرح شده خامنه ای در مورد برجام و موارد دیگه‌ای که اشاره شده، بد نیست شما تو سوال بیننده هم هست، این دولت جدید امریکا آقای بایدن به نظر شما چه روی کردی خواهد داشت؟ آیا این شعارهایی که اینها میدن، این فریادهایی که اینا میزنن در موردی که اوضاع اقتصادی بهتر میشه، ما قدرت خاورمیانه هستیم، ظریف رو به کشورهای حاشیه خلیج فارس کرده، خب آقای ترامپ هم رفت، حالا ما موندیم و شما، این به اصطلاح بچلاتای محل یعنی تهدید به قول معروف جنوب شهری ها. میخوام یه تحلیلی در این موارد داشته باشید برای ما و بیننده ها. النصر بالرعب سیاستی هست که جمهوری اسلامی 41 ساله به کار میگیره، یعنی پیروزی از طریق ایجاد ترس، از طریق ترسوندن مردم، و این سیاست در حال حاضر شما میبینید که بار دیگه داره اجرا میشه، در صورتی که هیچ کشایش اقتصادی تا این لحظه نیست، سوء مدیریت ها، دزدی ها، اختلاس ها، هیچ کدوم تکلیفش روشن نشده، اینها نوید پیروزی میدن، پیروزی که تهش مشخص نیست. اساسا بسیاری از مردم هم روی این اساس که در دوران اوباما به جمهوری اسلامی پول داده شد، جمهوری اسلامی تقویت شد، بر اثر سیاستی که در اون دوره بود در حال حاضر قضاوت میکنن، فکر میکنن که میگن نه خب تمام تحریم ها برداشته خواهد شد، وضعیت گل و بلبل برای جمهوری اسلامی خواهد شد. این رو بگم، در دوره اوباما اتفاق مهمی که افتاد و این دولت تکرار نخواهد کرد طبق گفته افرادی که نزدیک به آقای بایدن هستند، در دوره اوباما اینها از اسرائیل خیلی فاصله گرفتند، حتی اختلافات با بنیامین نتانیاهو به جایی رسید که اینها به همدیگه بد و بیراه هم گفتند که در رسانه ها هم بازتاب پیدا کرد، اگر یادتون باشه در اون دوره. بله. این باعث شد آقای اوباما فکر نمی کرد که لابی یهودیان در آمریکا تا این حد قوی باشن که تاثیرگذار باشن در آینده انتخابات کنگره، دو مجلس نمایندگان و سنا در امریکا و خود حتی کاخ سفید انتخابات ریاست جمهوری. در حالی که اکثر یهودیان به دلایل مذهبی به دموکرات ها نزدیک هستند، گرچه خیلی از یهودیان هم جمهوری خواهند در امریکا، ولی به طور سیستماتیک چون جمهوری خواهان مذهبی هستند و این داستان بینش ناشی از بینش مذهبی اونها هست، به طور اتوماتیک دموکرات ها به یهودی ها نزدیک هستند، نزدیکتر هستند، در واقع هر دو جناح هستند ولی دموکرات ها بیشتر. در دوره اوباما اتفاق برعکس شد و اونها تا حدی فاصله گرفتند از چه آیپک لابی یهودیان امریکا، چه از خود اسرائیل. نتیجهش این شد که در 2011 آقای اوباما که رئیس حزب دموکرات بود، اکثریت هر دو کنگره رو از دست داد، هر دو مجلس رو در کنگره، مجلس نمایندگان و مجلس سنا، بعد از 10 سال دوباره تازه به دست آوردن. و اینها به این سادگی حاضر نخواهند شد با لابی یهودیان در بیفتن. در حال حاضر هم وزیر خارجه خودش یهودیه، در حال حاضر همسر کامالا هریس هم خودش یهودیه و یهودیان در تار و پود دولت آقای بایدن هستند. امنیت اسرائیل، نگرانی های اسرائیلی که از موضوعات خیلی مهم هست،
برای این دولت و مهمتر از اون در حال حاضر پیوند خورده به کشورهای عربی هم. صلحی بین کشورهای عربی شکل گرفته در دوره پرزیدنت ترامپ با اسرائیل که این براحتی این مسئله به عقب به تاریخ قبل آقای ترامپ بر نخواهد گشت. تمامی این داستان و خوشبینی ها دو هدف اساسی داره. یکیش خالی کردن جیب مردم هست که به نحوی وضعیت اقتصاد ورشکسته رو با استفاده از جیب مردم و در آوردن دلاراشون پولاشون از جیبشون اینها رو وادار بکنن که بیارن دلاراشون رو وارد چرخه بازار کنن. دو، مخالفان رو که بیش از هر زمانی هست در 41 سال گذشته گسترش پیدا کرده، ریزش های زیاد در درون نظام، اونها رو باهاش تا حدی آروم بکنن، بگن ما موندیم، اصلا ما مورد حمایت دموکرات ها هستیم، ما با اونها هم پیمانیم، ما و به طور غیر مستقیم بگن که ما ابرقدرتیم. این چه ابرقدرتی هست شما ببینید که نمیتونه کوچکترین نیازمندی های مردم خودش رو تأمین بکنه؟ این چه ابرقدرتی هست که نمیتونه مثلا برق کشور رو تأمین بکنه؟ چه ابرقدرتی هست نمیتونه یک خودرو ساده بسازه که بی عیب باشه، که اصلا قابل مقایسه باشه با بدترین خودروها در جهان؟ چه ابرقدرتی هست این؟ چه ابرقدرتی هست که در حل ساده ترین مشکلات کشور درمانده است؟ و همه ما شاهد هستیم این رژیم نه تنها ابرقدرت نیست، یک رژیمی هست که به شدت تضعیف شده، در حال سقوط هست، ولی با حرف، با دروغ، با النصر و بالرعب میخواد خودش رو ابقا بکنه و بر سر قدرت بمونه. خب این تصاویری که پخش کردن از کاتیوشاهایی که به صورت رگباری مثلا داشتن مانو میدادن، که بعد شما اشاره کردید به اینکه این مربوط به رزما، به آموزش های رزمی در یا مانور سربستان بوده، آیا بعد از این افشاگری عکس العمل ها چی بوده به نظر شما؟ اگر دقت کرده باشید، شما اگر برید اینستاگرام یا کانال ما میبینید، اگر دقت کرده باشید اینها تبلیغات گسترده‌ای رو راه انداختند و گفتند که این قدرت موشکی ماست، ما در دقیقه اینقدر شلیک کردیم، ما قدرتمون اینقدر هست، اگر دشمن تکون بخوره ما این کار رو خواهیم کرد. اگر چقدر دروغ در مورد اینکه اینها قدرت موشکیشون چقدر هست، و خیلی هم باور کردن، فکر کردن که خب ممکنه درست بگن، خطرناک هست، مخصوصا اینکه جمهوری اسلامی بتونه یک کلاهک هسته‌ای هم به این موشک‌ها وصل بکنه. ولی بعد مشخص شد که نه، در واقع اینا اومدن از مانور یک کشور دیگه استفاده کردن و در واقع برملا شد که این داستان پیشرفت موشکی مثل همه داستان‌های دیگه‌شون دروغ هست. مثل همون، اگر یادتون باشه، یه دستگاهی ساختن گفتن از 250 متری ما کرونا رو تشخیص میدیم، دیگه کرونا تموم شد. دو روز بعد مشخص شد اصلا کرونا یه پیک دیگه اومد، تمام کشور رو فرا گرفت. اون فراموش شد. در هر موردی شما دقت کنید اینها به دروغ گفتن افتادن. در گذشته شبکه‌های اجتماعی نبود آقای احرادی، ما نمیتونستیم یه تصویر رو پیدا کنیم، در حال حاضر پیدا کردیم. تصویر سربستان، تصویر اروپای شرقی رو دقیقاً کپی کردن، اردن، گذاشتن، و اینا فکر نمی‌کنن حتی ممکنه بعد از دو روز این فاش بشه، چون این پخش شده و کسانی که دنبالش باشن میتونن پیداش بکنن. براشون مهم نیست، همون لحظه دروغ بکنن، یه تعدادی باور بکنن، مخصوصا خودی هاشون، این براشون مهم است. کدوم پیشرفت ها؟ در حالی که اینها از تصاویر دزدی کشور اروپای شرقی که خودش تازه پیشرفته نیست استفاده بکنن به عنوان پیشرفت موشکی و اینکه رگباری دارن شلیک میکنن، این یک رسوایی بود برای کل سیستم سپاه پاسداران. و این دروغ غیر قابل توجیه رو هیچ جای دیگه در مورد شما میبینید صحبت نمیکنن، دیگه روی ندارن بگن ما رگباری موشک میزنیم چیکار میکنیم، و حتی در مورد این صحبت نمیکنن که این رسوایی بزرگ، شما از تصاویر یک کشور دیگه اومدید استفاده کردید که مال چند سال پیش است، دلیلش چی بود، چه کسی مقصر هست و چه کسی باید به خاطر این دروغ پاسخگو باشه. ولی پاسخگویی در نظام آخوندی وجود نداره. اینا دیگه امپراتوریشون امپراتوری دروغ هست و
قرآنشون هم قرآن همون توسی هست که گفتید آقای انصاری میبوسیده دیگه، بیشتر از این من نگم. بیننده ای خدا قوت گفته، گفته که گویا که اینها یک سال بیشتر به ساخت بمب اتمی یا هسته‌ای و میتونن دسترسی پیدا کنن. آیا دولت‌های آمریکا، اروپا، اسرائیل در این مورد عکس العملی خواهند داشت؟ و از بمباران‌های اخیر اسرائیل در سوریه هم از شما سوال کرده. چند ماه پیش اینها خیلی نزدیک شدن به تولید سلاح هسته‌ای طبق برآوردهای اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا، که بعد از اون اتفاق نتنز افتاد، یعنی نتنز رو هدف قرار دادن و هممون شاهد هستیم اینا اول انکار کردن و بعد مشخص شد نتنز به طور کلی زیر زمین نابود شده. این مسئله به اعتقاد خیلی جمهوری اسلامی رو 6 ماه تا یک سال به عقب انداخت در مسئله تولید سلاح هسته‌ای، ولی خب اینها در این زمینه دارن اقدام میکنن و تمام تلاششون این هست که بتونن 2-3 بمب بسازن، دنیا به اینها کاری نداشته باشه و ایران رو به طور کامل به کره شمالی تبدیل بکنن. هدف جمهوری اسلامی این هست، ولی تا جایی که ما بدونیم نه اسرائیل نه آمریکا اجازه نمیدن چنین اتفاقی بیفته، به خاطر نه به خاطر مردم ایران، به خاطر امنیت خودشون. چون جمهوری اسلامی ثابت کرده رژیمی که اینها مردم خودشون رو چنان بیرحمانه که در دنیا سابقه نداره میکشند، نسبت به مردم خودشون اینقدر بیرحم هستند، نسبت به کشتار دیگران، کارهایی که قاسم سلیمانی در سوریه و در عراق انجام داد، جنایت هایی که اینها مرتکب شدن، خیلی ساده است. اگر این رژیم جنایتکار و تروریست دستش به سلاح اتمی برسه، بعید نیست بزنه به اسرائیل. و متقابلا اسرائیل هم کشور اتمی هست، اسرائیل هم مقابله به مصر بکنه، یک نبرد هسته‌ای در منطقه که دودش به چشم مردم خواهد رفت اتفاق بیفته. به همین دلیل چنین اجازه‌ای رو نخواهند داد و این خط قرمزی هست برای حتی کشورهای اروپایی هم، چون اونها ماهیت جمهوری اسلامی رو میشناسن. اگر نمیخوان کاری انجام بدن، خب منافعشون هست، ولی منافع تا جایی نیست که اینها به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنن و اونها ساکت باشن. این یک بحث اساسی هست. ولی این مسئله اینکه هواپیماهای اسرائیلی یا بمباران اسرائیل چقدر ادامه پیدا میکنه، شما دقت کنید، دیشب برای اولین بار در دوره بایدن، پرزیدنت بایدن، هواپیماهای اسرائیلی در حما و در حومه دمشق سپاه پاسداران رو بمباران کردن. یعنی اسرائیلی ها جدی هستن و اینا چپ و راست دارن سپاه قدس رو میزنن. این سپاه پاسداران هست که در واقع جرأت تایید این حملات رو نداره، چه برسه به اینکه بگه چه تعداد کشته و زخمی داریم، در حالی که سانا خبرگزاری حکومت بشار اسد که هم پیمانشون هست تایید میکنه حملات رو، سپاه پاسداران در مورد اینها سکوت کرده. این همون مسئله است که شما بعضی از دوستان سوال کردن اینها قوی هستن میگن ما قدرت منطقه، کدام قدرت منطقه؟ خب شما به اسرائیل اول پاسخ بدید، آمریکا پیشکش، اسرائیل چپ و راست داره سپاه پاسداران رو میزنه، دریغ از کوچکترین واکنشی هم نخواهید دید، چون اسرائیلی ها کاملا آگاهانه در مورد توان دفاعی جمهوری اسلامی عمل میکنن و در عراق و سوریه و در ایران هم که البته زدن، به میل خودشون دارن جاهایی که نگران هستن رو با خاک یکسان میکنن و جمهوری اسلامی هم سکوت کرده، هیچ مقاومتی هم از خودش نشون نخواهد داد. آقای جوانمرد، تعبیر شما از پیام توییتی که خامنه ای گذاشته و انتقام سخت رو نسبت به آقای ترامپ در میدان زمین گلف نمایش گذاشته و توییت هم حذفش نکرده تا این لحظه که من خبر دارم، تعبیر شما از این جریان چیه؟ تا جایی که بدونم یکی از اکانت های خامنه ای رو حذف کردن بعد از اعتراضی که همه ما انجام دادیم نسبت به این مسئله. اولا میدونید، عرض کردم در مورد اسرائیل بفرما این گوی و این میدان انتقام بگیری، اسرائیل هر روز داره میزنه، حالا این به جایی برسه که اینها مثلا زمین گلفی در امریکا رو بزنن، این یک خواب و خیاله و بیشتر از یک تهدید توخالی که میتونه هواداران جمهوری اسلامی رو خوشحال بکنه نیست. ولی همین مسئله تهدید هست بالاخره، با اینکه توخالی هم هست تهدیده، ولی اینجا دوگانگی میبینید شما بین عملکرد غولهای رسانه‌ای در غرب، اینکه اینها براشون منافعشون مهمه، در حالی که بی‌محابا توییت های رئیس جمهور آمریکا رو حذف میکردن، سانسور میکردن و بالاخره پیجش رو هم بستن، ولی خامنه ای به راحتی میتونه تهدید بکنه، میتونه، حالا گرچه من کار ندارم تهدید تو خالیه، ولی تهدید هست طبق معیارهای خود توییتر.
اینها اقدامی انجام نمیدن. اقدامی هم اگر انجام میدن به خاطر اعتراض ماست، به خاطر اینکه ما صدامون در میاد. اگر ما صدامون در نیاد این اتفاق هم نمیفته. این مردم ما باید بدونن که رسانه های بزرگ، فیسبوک، اینستاگرام، توییتر، همه اینها در طرف مردم نیستن، طرف منافع خودشون، طرف حفظ سرمایه خودشون، حفظ جایگاه خودشون هستن و از کجا پول برسه اونها وفادار به اونجا هستن. خب خیلی به همین دلیل اساساً هیچ اعتمادی رو کامل به هیچ یکی از گول‌های رسانه‌ای نداشته باشید و همه چی رو با شک و تردید و با فکر ببینید و بپذیرید. خب آیه جوانمردی، بینندگان زیادی پیام دادن، همین در چند روز گذشته به من پیام داده بودن که ما برای این پتیشن یا پتیشن که در مورد نایاک بود همه تلاش کردیم و خب تونستیم دیگران رو هم تشویق بکنیم، امضاها از 100,000 هم گذشت. همینجوری جوانمردی گفت ادامه بدید، ما ادامه دادیم. یک شایعات پخش شده که اینها دیگه بی اثر هست، این از کاخ سفید حذف شده. در مورد آقای افراسیابی هم خواستن سوال بکنن که جریان افراسیابی و این جاسوس حکومتی ایران که به صورت غیر رسمی اونجا فعالیت میکرد دست‌های چه کسانی دیگر رو ممکنه باز بکنه. ضمن اینکه باز یک پیام دیگه هم هست در مورد، یعنی چند پیام، این پرونده جاسوسان ایرانی در اروپا گویا که کدها شناسایی شده و اینها گیر خواهند افتاد و به زودی دستگیر میشن. یعنی دو سه مورد رو خواستیم پاسخ بدید اگه امکان داره. بله، اولین سوال در مورد پتیشن یا توماری که نایاک نماینده ما مردم ایران نیست. این فقط این تومار یا این پتیشن نیست که حذف شده. اولا 8 ساعت مونده به این که کل پتیشن زمانش تموم بشه که یک ماه بود برداشته شده. ده ها پتیشن دیگه، بیش از 100 پتیشن که بعضی از اونها 3-4 میلیون امضا دارن، موضوعات داخلی امریکا هستند یا حتی مسائل خارجی در مورد چین، در مورد کره، در مورد مسائل دیگه، همه برداشته شدن. و این برداشته شدن این پتیشن ها ما تماس گرفتیم، مرتبط با تیم آقای بایدن هست، این مرتبط با ایران نیست، ولی اساسا ما امضاها رو داریم، تمام این امضاها رو داریم، برداشته شدن، البته حذف نشده، وارد آرکایو یا آرشیو کاخ سفید شده. ما تمام این امضاها رو به تک تک مقامات مؤثر در دولت بایدن، در کنگره و در سنای آمریکا میفرستیم و این مسئله رو با بولدش میکنیم. یعنی به همین سادگی تمام نشده. خیلی طبیعی هست وقتی که دولتی عوض میشه ممکنه راهکارها یا وبسایت‌های دولت قبلی رو اینها به طور کامل بخوان ریسیت بکنن، ریستارت بکنن یا خودشون بگذارن، یا این اتفاق افتاده. این اتفاق فقط میخواستم تأکید کنم برای این پتیشن نیست، برای کل پیج نظرسنجی کاخ سفید هست. کلن اون رو وارد آرشیف کردن که این شامل مسائل زیادی میشه. گفتم 3-4 میلیون بعضی از تومارها امضا داره و فقط با نیستیم بگیر این مثلا هستیم، این رو رسانه‌ای خواهیم کرد در رسانه‌های امریکا. دوم اینکه این مسئله امضاها، این رو بگم، این یک کار مشترک بود برای رساندن یک پیام. اینکه تأثیر نداره، نه درست نیست. همیشه پیام مردم تأثیر داره. همیشه اینکه مردمی درخواستی رو به طور متحد انجام بدن همیشه تأثیر داره. اینکه واشنگتن چه تصمیمی میگیره دست ما نیست، ولی پیام ما مشخص میشه. از این به بعد دیگه نمیتونن بگن نایاک نماینده مردم ایرانه. قبلا اینو میگفتن. و این افراد که در نایاک کار میکردن تحت عنوان دلسوز مردم ایران، نماینده مردم ایران، نماینده ایرانیان آمریکا صحبت میکردن. از این به بعد این درجه از اونها کنده شد و چنین حقی ندارن. میتونن تحت عنوان یک گروه مزدور که میخوان آخوندها بر سر کار باشن فعالیت بکنن، کسی نمیتونه جلوشون رو بگیره، ولی دیگه تحت عنوان نماینده مردم ایران نه چنین رویی دارن بتونن و نه چنین مشروعیتی دارن. و این امضاها، تمام امضاهایی که حدود 121,000 امضا بود، اینها گواه این مسئله است که مردم ایران اینها رو نماینده خودشون نمیدونن. اصل داستان این هست. مسئله دوم در مورد آقای افراسیابی فرسیدید، اگر اشتباه نکنم. بله، درسته. افراسیابی فردی هست که خود این امضاها یکی از عواملی هست که امثال افراسیابی دستگیر بشن و اینها تحت زیر ذره‌بین قرار بگیرن. افراسیابی یکی از افراد خیلی مهم و مرتبط با نایاک بود، کسی که 260,000 دلار به تومن تبدیل کنید خودتون گرفته که بیاد بگه آقا تمام مسائلی که ضد جمهوری اسلامی دروغه،
در رسانه‌های آمریکایی صحبت بکنه، بگه مردم ایران این رو نمیخوان، این حکومت رو میخوان، بگه که قاسم سلیمانی یک قاتل و تروریست بین‌المللی نبود، یک سردار ملی بود که مردم دوستش داشتن. تمام دروغ‌هایی که به طور هماهنگ بلندگوهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور اینها به طور هماهنگ دارن انجام میدن. این فرد دستگیریش خیلی خیلی مهم بود و دستگیریش ارتباط به دولت ترامپ هم نداشت، FBI بود. FBI کارهای خودش رو، یعنی پلیس فدرال آمریکا، کارهای قوانینی داره که این با تغییر دولت اتفاقی نمیفته و این روند که افراد جمهوری اسلامی خودشون رو معرفی نمیکنن، در امریکا میان با دلارهای جمهوری اسلامی فعالیت میکنن، اینها تحت تعقیب قرار میگیرن. هر کسی هم بخواد این روند رو متوقف کنه، خب این هزینهش بسیار بالا خواهد بود، چون باید قوانین خود امریکا رو دور بزنیم. نقطه عطفی بود، یک پیروزی بود برای مخالفان جمهوری اسلامی. افراد دیگری هم هستن، ما اسامی اونها رو همه رو دادیم بهشون، که این افراد هم دقیقا دارن در راستای بقای جمهوری اسلامی گامی دارن، نه کار میکنن نه شغلی دارن، ولی بهترین زندگی رو دارن. چجوری هست که ما که حتی کارمند دولتی و سالها حقوق من بالا بوده ولی هنوز هم خونه‌ای ندارم، ولی اینها همه در ویلاهای آنچنانی بدون اینکه کاری بکنن، شغلی داشته باشن، زندگی میکنن. خب مشخص است که منبع درآمدی هست که باید تحت تعقیب قرار بگیری. از کجاست؟ چه کسانی برای اینها پول میفرستند؟ این دلارها از کجا میاد برای اینکه افرادی مشخص برای بقای جمهوری اسلامی در امریکا فعالیت بکنن؟ این نقطه عطفی بود و امیدواریم و سعی میکنیم که ادامه داشته باشه. در مورد اروپا، سوال دیگه ای بود؟ بحث اروپا بود که گفتن که به خاطر دستگیری این آقای اسدی کدهای شناسایی شده که جاسوسان ایران در اروپا اونجا ردیابی میشن. این چقدر میخوام اینم صحت داره و چقدر موفق خواهد بود؟ یک دفترچه رمز از اسدالله اسدی گرفتن که اون در دفترچه رمز رو پلیس آلمان اومدن بازش کردن. در اون دفترچه مشخص شده که این آقای اسدالله اسدی به تعداد زیادی از افرادی که در دانشگاه ها استاد هستن، بعضی هاشون استاد دانشگاه گرفته تا دانشجو تا افراد تاجر به ظاهر، اینها پول های کلان پول گرفتن از این فرد و با این فرد در ارتباط بودن، که مشخص شده اینها یک شبکه جاسوسی تروریستی جمهوری اسلامی هستند. در حال حاضر جمهوری اسلامی در حال مذاکره با آلمانی هاست که بتونه امتیاز بده و از طریق امتیاز اجازه ندن که این شبکه فاش بشه، چون خیلی مهم هست. در 1992 در دادگاه میکونوس، زمانی که میکونوس ثابت کرد بعد از جلسات طولانی صحبت کردن با بیش از 250 شاهد که بعضی از اینها چون ابوالقاسم مصباحی اگر یادم باشه شاهد 30 افراد اطلاعاتی درون جمهوری اسلامی بودن، تمام شبکه اینها رو فاش کردن. کاظم دارابی و اینها که عامل قتل رهبران کرد بودن، اینها به حبس ابد محکوم شدن، گرچه اونها رو آزاد کردن، در حال حاضر شرکت تجاری داره در لبنان هست و برگشته به ایران. ولی اون شبکه ترور و جاسوسیشون اون موقع برچیده شد. از اون تاریخ به بعد اینا گرچه ساکت بودن ولی دوباره اومدن زیرزمینی شبکه‌شون رو بازسازی کردن، شبکه ترور و جاسوسی رو در کل اروپا که مرکزشون هم جالبه بدونید که آلمان هست، از آلمان هدایت میشن. در حال حاضر پلیس آلمان این رو در اختیار داره. وظیفه تمام ایرانیانی که در آلمان هستند این مسئله رو باید پیگیری بکنن، رسانه‌ای بکنن و اجازه ندن که پلیس آلمان احتمالاً تحت فشار دولت آلمان در نتیجه یک معامله که جمهوری اسلامی بخواد یک امتیاز تجاری یا اقتصادی به آلمانی ها بده و این مسئله رو به نوعی اجازه ندن که رسانه‌ای بشه یا اجازه ندن این افراد دستگیر بشن، از این جلوگیری بشه. این خیلی مهم هست. اسدالله اسدی کلید شبکه ترور و جاسوسی جمهوری اسلامی رو لو داده، ازش مدارک کشف شده و اینها تحت هیچ شرایطی نمیتونن این مسئله رو انکار بکنن. و مخصوصا در خارج از کشور بسیاری از افرادی که مخصوصا در رسانه ملکه بریتانیا میان صحبت میکنن، خیلی جالبه بدونید این افراد عضو نه تنها اعضای نایاک در امریکا، عضو شبکه جاسوسی و تروریستی جمهوری اسلامی هستن که به راحتی میان و صحبت میکنن، از جمهوری اسلامی تعریف میکنن، سعی میکنن مخالفین رو بدنام بکنن، که با سعی میکنیم
بسیاری از این افراد رو رسانه‌ای بکنیم، ولی به موقع. اجازه بدید ببینیم اول دولت آلمان چی کار خواهد کرد. خب خیلی متشکرم. می‌کنید سوالات متعدد در مورد قیمت طلا، دلار از شما شده که بالاخره خودتون در این مورد اگه توضیحی دارید بگید، چون دوستان از مشهد، از تهران، از اینا با اسامی متعدد فرستادن که خب چگونه خواهد بود وضعیت دلار و طلا در روزهای آینده. دوستان گرامی، کارشناسانی که با ما در تماسند بارها این رو گفتن که طلا قیمتی جهانی داره. ما طلای ایرانی نداریم با طلای مثلا بریتانیایی که قیمتشون خیلی متفاوت باشه. خیلی کم اینها نوسان در کشورهای مختلف هست، ولی قیمت مثل نفت قیمت جهانیه. و اگر جمهوری اسلامی بخواد این قیمت جهانی رو تغییر بده، همه باید بدونید که این فیک دستوری و نادرست است. این یک قسمت مسئله. مسئله دلار، هیچ گشایش اقتصادی در ایران اتفاق نیفتاده، پولی وارد ایران نشده. تمام داستانی که هست بحث روانی یا فشار روانی دولت هست و کل حکومت البته بر جامعه، بر صرافها که بخوان بگن آقا دیگه دلار تموم شد، قیمت تومان رفت بالا. ولی اساساً کسانی که عاقل و متخصص هستند و مشورت میکنن این رو میدونن که اساساً گشایش اقتصادی در ایران اتفاق نیفتاده، پولی وارد نشده، هنوز هیچ تحریمی هم برداشته نشده. رو چه اساسی قیمت دلار میاد پایین؟ به غیر از اینکه این دستوری و فیک هست، به طور دستوری دارن سعی میکنن که این فضای روانی رو ایجاد بکنن که برید زود دلارتون رو بفروشید تا مال باختی نشید، همه چی تموم میشه. مردم چی کار بکنن؟ مردم بدون مشورت با افراد کارشناس قابل اعتماد هیچ کاری نکنن. همیشه این رو گفتیم، به رسانه‌های جمهوری اسلامی باور نکنید، اونها هیچگاه حقیقت رو نمیگن. همیشه اونها به نفع خودشون و ضد جیب شما گام برمی‌دارن. در این مورد هم همینطور هست. به همین دلیل بدون مشورت کامل با کارشناسان دلسوز و صادق هیچ گونه اقدامی رو در جهت اینکه دلار بفروشید یا بخرید انجام ندید. خب آقای جوانمردی، جوانان زیادی پیام دادن در سطوح متفاوت، دبیرستان، دانشگاه، جوانان بیکار از کردستان و تهران، مشهد، حالا من میگم خیلی چون پیام زیاده، خواستن این چند دقیقه‌ای که باقی مونده راهکاری رو که برای حرکت و خیزش مردم باشه در این مورد صحبت کنید. فکر بکنم یکی دو دقیقه بیشتر وقت نیست. ما مشغول یک سازماندهی گسترده هستیم در سطح همه ایران که بتونیم افرادی رو که واقعا حاضر هستند از جان خودشون، از مال خودشون مایه بگذارن برای آزادی، اونها رو بتونیم دور هم جمع بکنیم و از طریق اونها بتونیم در فرصت مناسب ضربه نهایی رو به جمهوری اسلامی وارد کرده و تغییری رو که مردم خواهان اون هستن انجام بدن. کانال هایی هست در این زمینه، اگر بتونید تماس بگیرید. کانال های تلگرامی هست، وجود داره، چون اصل مسئله این هست. دقیقا مثل جنگی هست که اگر فرمانده نداشته باشه، این جنگ هر چقدر ما نیروی زیاد، زبده، جنگجو داشته باشیم به نتیجه نمیرسه، چون ممکن هست هر اتفاقی بیفته و تصمیم گیری در اون وجود نداشته باشه، جنگ بازنده خواهیم شد برغم اینکه ما قوی تر باشیم. دقیقا این اتفاق در ایران داره میفته. به همین دلیل ما باید فرماندهی، یک مرکز فرماندهی رو ایجاد بکنیم که این مرکز فرماندهی فرماندهان میدانی در داخل کشور در اون بالا دست هستند. ما نقش هماهنگ کننده خواهیم داشت و نقش گره زننده، اینها رو به هم وصل کننده و به نوعی اینکه یک هماهنگی در بین همه گروه هایی که میخوان فعالیت بکنن انجام بشه. ما متاسفانه نمیتونیم فقط رو اپوزیسیون خارج از کشور حساب بکنیم، چون امتحان خوبی پس ندادن در هماهنگی و همکاری با هم دیگه. به همین دلیل تمرکز بر داخل کشور هست، اینکه این گروه ها دور هم جمع بشن. این رو هم خیلی کوتاه خبر بگم که در وقت همون شده، خیلی کوتاه فقط. بله، در سرکوت احمدی، اهل روانسر که عضو کومله بوده، در کردستان عراق روبوده شده، به سپاه پاسداران تحویل داده شده. سپاه پاسداران مدعی شده در نزدیکی کرمانشاه تسلیمش کرده، دروغ محض هست. یه تعدادی هم اومدن گفتن در نزدیکی ارومیه دستگیر شده. این رو اتهام قتل یک افسر ناجا رو بهش زدن، ولی اساساً این فرد که ما اطلاعاتش رو پخش میکنیم به زودی در کردستان عراق دستگیر شده و به سپاه پاسداران تحویل داده شده. میخواستم این رو هم بگم. خب خیلی سپاسگزارم از شما و از شما بینندگان عزیز. بازم بابت تاخیر
با آقای جوانمردی پوزش میخوام و این مطلب آقای جوانمردی بگم بیننده های پیام دادن. یک بیننده مثلا خیلی جالبه که آقا من مذهبی نیستم اما شما رو دوست دارم آقای حراری و از آقای جوانمردی ما مردم ایران حمایت میکنیم و امیدواریم که بتونیم دست به دست هم بدیم ایران رو آزاد بکنیم. سپاسگزارم از شما جوانمردی و از شما بینندگان. تا برنامه دیگه در پناه خدای مهربان باشید. خداوند یار و نگهدارتون باشه.